یکی از عوامل بسیار مهمی که تو روایات متعدد اهل بیت از عوامل برکت در زندگی شمرده شده و انصافا هم یک گنج یک کیمیا هستش که اگر آدم بشناسه و بدون چجوری اهل بیت نسبت به این مسئله حساس بودن خیلی بیشتر از این توجه میکنه و استفاده میکنه از این عامل از این سبب سببی که اهل بیت فرمودن برکت تو زندگیتون خروار خروار ایجاد میکنه این هستش که آدم نسبت به پدر و مادر خودش احسان بکنه این یکی از عوامل بسیار مهمه پدر و مادر چه زنده چه اونایی که از دنیا رفتن این دیگه اختصاص نداره به زنده ها هر کسی که به هر حال ماهایی که اینجا هستیم یا پدر و مادرش کسی در قید حیات هست که خدا ان طول عمرهشون بده یاد دنیا رفتن فرق نمیکنه تو این جهت پیغمبر اکرم فرمود من سر ان یمد فی عمره و یزداد فی رزقه اگر کسی دوست داره که عمرش زیاد بشه رزقش زیاد بشه توی یه روایت دیگه داره که مالش زیاد بشه توی این روایت داره رزق میدونید رزق اعم از ماله چون شما آبروتون هم یه رزقه رزق فقط مال نی علم کسی هم رزقشه رزق یه معنای اعم می‌داره، یعنی نعمت سرمایه پیغمبر تو این روایت فرمود اگر کسی میخواد سرمایه زیاد بشه و عمرش طولانی بشه فلیبر را این خوبی به والدین خودش بکنه خدا رحمت کنه تو به دینی رو میفرمود هر کسی تو این دنیا به جایی رسید حتما یکی از عواملش دعای پدر و مادرش بوده حتما و هر کسی تو این دنیا زمین خورد و سقوط کرد حتما دعا پشت سرش نبود امکان نداره که یه دعای پدر و مادر پشت سر آدم باشه سقوط کرده باشه برادر بزرگوار خواهر بزرگوار دنیا میخواید نسبت به پدر و مادرتون عنایت داشته باشید آخر راه سریع و سیر برای رسیدن به خدا برای بندگی این متن روایت از امام صادق علیه السلام هست که راه سریع و سیر این راهه شاید نماز رو اگه شما بخواید وایسید تا با حضور قلب و اون شرایط نماز بشه کار سختیه نماز رو اگر کسی بخواد با اون شرایط خودش بخونه کار هر کسی نیست اما احسان کردن به پدر و مادر این خیلی ساده تره این دیگه اون حضور قلب و اون حالاتی که دست خدا آدم نیست خودشو بخواد حفظ بکنه دیگه نداره یا آقای اومد خدمت مرحومت الله های ملکی تبریزی این عارف با عظمت استاد حضرت امام به ایشون گفتش که آقا گره تو کار من هستش من روز این برکت نداره دارم از دین زده میشم قرض دارم بدهی دارم هر ختمی دعای چله ای انجام دادم کارم درست نشد خب طبیعیه که نامید شدم اصلا از دینم دارم زده میشم انگار دعا دعاها خاصیت نداره مرحومت الله ملکی تبریزی گفتش که من بهت یه کاری میگم برو انجام بده گفت این دعای ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه, حسنه, و قنا عذاب النار این آیه قرآن که دعا هست این رو زیاد تو نمازات بخون مستحب نماز واجب تو دعاهات ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی آخرت حسنه و قنا عذاب النار این منده خدا رفت سه چهار ماه انجام داد تو تمام دعاهاش این رو به صورت مثل ذکر هی تکرار میکرد همیشه این دعا رو تکرار میکرد. دید اثری نکرد فرقی نکرد یکی دو ماه دیگه باز ادامه داد بعد از پنج شیش ماه اومد خدمت آقا گفت آقا اون دستورالعمل شما تأثیری نگذاشت برا من با اینکه شما وقتی نسخه برای کسی مینویسید من میدونم کار او را میفته ولی کار من را نیفتاده درست نشد مرحومه طلای ملکه تبریزی گفتش که شما مشکلی با پدر و مادر نداری من تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم هر موقعی احیانا یه مشکلی دیدید گری تو زندگیتون افتاده یه گیری تو زندگی پیدا شده وقتی میخواید بازنگری بکنید به خودتون ببینید چی کار کردید احیانا اول از همه نسبت به پدر و مادرتون نگاه بکنید کم نگذشته باشید اول از همه اونجا رو نگاه بکنید این بنده خدا گفتش که حاج واقعش من فقط با پدرم هستش که یه مسئله پیش اومده خیلی هم مهم نبود آقای ملکی گفت چی؟ گفت من با پدرم شریک بودیم با هم دیگه از جهت کاری من پیش او, او کار میکردم با هم دیگه کار میکردیم گفت پدرم خیلی دست و دلباز بود خیلی راحت به این و اون میبخشید من بهش گفتم بابا اینجور که تو دست و دلبازی میکنی ما به خاک سیاه میشینیم یه مقداری به هر حال خرج رو مراقب باش حساب و کتاب داشته باشه بابام گفت بابا جان من همینم من از اول همین جوری بودم ناخون خشک نیستم اصراف نمی کنم اما نمیتونم وقتی کسی رو میبینم که احتیاج داره نمیتونم بهش کم بدم میدم من بعد از یه مدتی به بابام گفتم بابا من میخوام جدا بشم ازت سهم منو بده من میخوام مستقل کار بکنم دیگه با هم دیگه کار نکنیم بابام هیچی نگفت ولی حس من این بود که دلش شکست حس من این بود که راضی به این نیست ولی هیچی نگفت حاج من مستقل شدم و از جهت کاری تو بازار خودم مستقل کار کردم بعد از یه مدتی حس من این هستش که برکت که ندارم شاید به خاطر او باشه مرحوم ملکی تبریزی فرمودن همینه دعات که مستجاب نمیشه این چله هایی که میگیری و اون نسخه ای که من بهت دادم اثر نمیکنه به خاطر اینکه دل پدرت آزرده هستش ولو به زبان چیزی نگفته اما دل شکسته است واقعش همینجور هستش خیلی از اوقات ما دعا همه شرایطش فراهمه اما باز میبینیم که خب خدای من که یه چیز حلالی ازت خواستم پس چرا نشد گاهی موقع آدم یه چیزی رو که میخواد گناه نیست معصیت نیست یه چیز حلال و خوبی رو آدم از خدا میخواد اما بازم نمیشه خب اینجا یه گیرهایی هست که یکی از اون جاهایی که مهمترین جا برای گیر هست اللهم مغفر لی از ذنوب التي تهبس الدعاء گاهی موقع یه گناهانی هستش که دعا رو حبس میکنه نمیذاره بره بالا و مهمترینش همین مسئله هستش که نسبت به پدر و مادر آدم اینجا کم گذاشته